با سلام خدمت شما دوستان عزیز، در خدمتتون هستم با آموزش جاوا اسکریپت قسمت سوم. در این قسمت بریم سراغ شروط. ببینید، یه زمانه پیش میاد ما تو برنامه نویسی باید شرط تعیین بکنیم. آیا چیزی با چیزی برابره؟ آیا چیزی از چیزی بزرگتره؟ یک آیای اگر داریم. مثلا بعضی موقع میخوام بگیم اگه فلان چیز از فلان چیز بزرگتر بود فلان اتفاق بیفته. خب اگر رو ما با ایف نشون میدیم تو برنامه نویسی تو زبان جاوا اسکریپت، خب بعدش یک پرانتز میذاریم، داخل اون پرانتز شرطمون رو مینویسیم و بعد دو تا علامت آکولاد باز و بسته. اگه داخل شرط، اگه این چیزی که داخل پرانتز هست شرطمون برقرار بود، یعنی جواب درست بود، دستورات فیما بین این دو تا آکولاد اجرا میشه. اگه چیزی که بین این بود غلط بود، چیزی اجرا نمیشه. البته میتونیم یه کاری هم بکنیم که اگه برقرار نبود یه چیزی هم اجرا بشه، اونو تو جلسات آینده یاد میگیریم. فعلا فقط یاد میگیریم اگه ترو بود فلان اتفاق، یعنی اگه درست بود. خواهیم بگم که خب حالا این متغیر ما دارم، این متغیر میتونم اسم وار نیم داخلش مهدی رو ذخیره میکنم. خب حالا اینجا میگم که اگر نیم خب برابر بودن علامت مساوی نیست، چون مساوی علامت انتصابه. خب دوتا مساوی علامت برابره. خب اگر برابر بود با رضا، خب آلرت یک پنجره نمایش بده، پنجره هشدار نمایش بده و داخل اون بنویس که نام برابر رضا است. اشتباه نوشتم، رضا است. خب این شرط برقرار نیست، در نتیجه این دستور اجرا نمیشه. ببینید من الان میزنم چیزی اجرا نمیشه. دلیلش چیه؟ چون نیم که اینجا ما توش مهدی ذخیره کردیم برابر با رضا نیست، مهدیه توش. خب حالا اگه من اینو رضا کنم شرط برقرار میشه، در نتیجه این دستوری که اینجا قرار داده اجرا میشه. ببینید حالا این چون خرچنگ قورباغه است، چون ما اینو من اینو باید چیشو عوض کنم، اینجا فینگلیش مینویسیم. حالا فعلا ببخشید، اینجا باید یک دستوری بذارم داخل این تگ هید که بهش بگم که فارسی رو درست نشون بده. متا کارست برابر با UTF-8. این بهش میگه که کد پیج سفر رو بذار روی UTF-8 که علامت های فارسی رو هم نشون بده درست. خرچنگ قورباغه ندار. خب نام برابر با رضا است. ببین چون اینجا داخلش رضاه، چک میکنه میبینی که نام برابر با رضا. حالا اگه من یک فاصله بدم چی؟ فاصله هم خودش یک کاراکتر حساب میشه تو زبان برنامه نویسی. الان این با این برابر نیست، چون این رضا فاصله است، ولی این رضای خالیه. الان من رفرش رو میزنم، ببینید اجرا نشد، شرط اجرا نشد، این دستور اجرا نمیشه، چون شرطی که اینجاست ترو در نمیاد. یه زمانی پیش میاد میخوایم بگیم که بعد برابری دنبالش نیستیم، میخوایم بزرگتر کوچکتری. مثلا با منم مثلا من متغیر میسازم به اسم age سن، داخلش 19 رو ذخیره میکنم. میخوام بگم که اگه سن کوچکتر از 18 بود بنویس که کودک است. خب اگر age، خب علامت کوچکتر همون علامت ریاضیه، کوچکتر از 18 بود این علامت کوچکتره. ببینید من بزرگتر میکنم صفحمو، راحتر ببینید. خب حالا راحتر میبینید، اگر age کوچکتر از 18 بود، ببخشید یک درجه اشتباه کردم، اگر age کوچک یعنی سن کوچکتر از 18 بود بنویس شما کودک هستید. خب الان این اجرا نمیشه. چرا؟ چون ایج 19 و ایج کوچکتر از 18 نمیشه که ده، یعنی ترو. اگه این جواب درست باشه ترو، یعنی تو زبان برنامه نویسی یعنی درست، ترو اینجوری می نویسنش، ترو برمیگردونه. خب اگه ترو برگردونه ما گفتیم که دستورات بین دوتا آکولاد اجرا میشه. ببینید اجرا نشد. خب یه چیزی رو هم بگم، هر چند تا دستوری که دلمون بخواد میتونیم بنویسیم. من یک آلرت دیگه هم می نویسم مثلا SSSSS. حالا خب حالا اجرا میکنم 16 تا چیمون درست در بیاد، شرطمون درست در بیاد. ببینید شما کودک هستید SSSSS درسته. خب ولی یه زمانایی پیش میاد که میتونیم این آکولادا رو نذاریم، فقط وقتی که یک خط دستور بعد از شرطمون باشه میتونیم این آکولادا رو نذاریم، یعنی دقیقا اینجوری بنویسیمش. خب یا اینجوری. خب
از این حالت هم استفاده، همیشه چه یک خط بود چه چند خط دستور بود شما آکولادو بذارید. پس هیچ وقت فراموش نکنید اگه یک خط دستور بود میتونیم آکولادو رو برداریم، اگه چند خط دستور باشه حتما باید آکولادو رو داشته باشیم، ولی شما در هر صورت آکولادو رو بذارید. من خودم این کارو میکنم، پیشنهاد برنامه نویسان حرفه‌ای هم اینه که ما همیشه آکولادامون رو بذاریم. خب حالا اگه من 18 بکنم چی؟ شرط برقرار نمیشه، غلطه. چرا؟ گفتیم اگر کوچکتر از 18 بود، خب این برابر 18ه، age 18 الان داخلشه، پس شرط درست در نمیاد. یه زمانی پیش میاد میخوام بگم کوچکتر مساوی، پس علامت کوچکتر و یک علامت مساوی هم میذارم. حالا شرط درست در میاد، میخوام بگم اگر کوچکتر مساوی بود بنویس شما کودک هستید، شما کودک هستید. خب حالا میخوایم بگیم اگه علامت بزرگتر، اگه بزرگتر از 18 بود بنویس شما بزرگسال هستید، بزرگسال هستید. خب اگر بزرگتر از 18 بود، من الان 18ه، شرط غلط در میاد چون ما داریم میگیم بزرگتر، خود 18 برابر که نیست. رفرشو میزنیم ببینید شرط برقرار نمیشه. حالا اگه من بیام علامت بزرگتر این میکنیمش، این مقدارشو میکنیم 20 مثلا، 21. خب حالا رفرشو میزنم ببینید، چون شرط برقرار شد دیگه، 21 بزرگتر از 18. یعنی ببین ما گفتیم که متغیرها رو هر جا که بنویسیم مقدارشون حساب میشه، یعنی الان برنامه جاوا اسکریپت اینو اینجوری میبینه، 21 بزرگتر از 18. بله ترو گفتیم، بله رو اینجوری مینویسن تو برنامه نویسی ترو. اگه اشتباه باشه چی؟ فالس به این شکل مینویسن. دستورات شرطی این بزرگتر کوچکترا یا ترو برمیگردونن یا فالس برمیگردونن. خب پس گفتیم به جای متغیران مقدارشون قرار میگیره. خب 21 ببین بزرگ، شما بزرگسال هستید. یه زمانی پیش میاد خب اگه من 18ش کنم چی؟ چون 18 برابر نیست هیچ اتفاقی نمیفت، بزرگتر نیست ببخشید. میتونیم بزرگتر برابرش هم کنیم، بگیم اگر ایج بزرگتر مساوی 18 بود بنویس شما بزرگسال هستید. ببینید خب بین حالا یک بین هم میگن عملگرهای مقایسه، دو تا چیز ما با هم مقایسه میکنیم. پس تا اینجا کار چی رو یاد گرفتیم؟ برابری، کوچکتر بودن، بزرگتر بودن، کوچکتر مساوی، بزرگتر مساوی. خب برعکسش رو نمیتونیم بنویسیم، مساوی کوچکتر، حتما باید کوچکتر مساوی بنویسیم. خب یا بزرگتر مساوی، نمیتونیم بنویسیم بزرگتر مساوی بزرگتر، فرق میکنه. پس می‌نویسیم کوچکتر مساوی. خب حالا پس ما حالا شروط یه زمانی پیش میاد می‌خوایم شرط چی برقرار کنیم؟ وهم بگیم اگر بزرگتر است، مثلا یک مقداری بگیم که مثلا بگیم اگه بزرگتر از 18 بود، اگر شما بزرگتر از 14 سال بودید و اند خب ایج کوچکتر از 18 بود، این اونجا بزرگتر بود. اگر شما بزرگتر از شما، خب علامت و کلمه و داخل جاوا اسکریپت معنی نمیده، به جای و باید دو تا آپوستروف بذاریم اینجوری، این یعنی و. خب یعنی اگر شما بزرگتر از 14، اگر اج بزرگتر از 14 و کوچکتر، یعنی دو طرف باید ترو در بیاد، این ور باید درست باشه، این طرف و هم باید درست باشه تا دستورات اینجا داخل بین دو تا آکولاد اجرا بشه. پس چی شد؟ اگر شما بزرگتر از 14 سال و کوچکتر از 18 سال بودید بنویس شما نوجوان هستید، نوجوان. پس ما حالا و رو هم یاد گرفتیم. خب حالا چون این 18ه، شما گفتیم اینجا هیچ کدوم از دو تا شرط درستن، بزرگتر از 14 هست ولی کوچکتر از 18 نیست چون خود 18ه. خب میکنیم 16 تا درست در بیاد. خب حالا رفرش رو میزنم، شما نوجوان هستید. خب حالا بدینو به این شکل بنویسیمش، اینجوری می نویسیم که اگر کوچکتر، اینجا می نویسیم if، میتونیم این ایفا رو پشت سر هم هم بنویسیم به این شکل. حالا یک قانونی هم داریم بین ایفا به این شکل. ایف اگر ایج شما، اگر سن کوچکتر از 14 بود، اگر کوچکتر از 18 بود و ایج کوچکتر از 14 بود
بنویس شما کودک هستید. آلرت من میارم اینجا، یعنی کودک هستید. اگه کوچکتر از 18، یعنی کوچکتر، حالا میگه چرا نه همون 14 رو نمینویسی، کوچکتر از 14. آه ببخشید، اگر کوچکتر از 14 بید بنویسید، بنویس شما کودک هستید. و اگه بعد میتونیم یک ایف هم دنبالش بنویسیم، اگر پایینش ادامش، اگر کوچکتر از 18 بود، چی باشد، کوچکتر از 14 بود، یعنی باشه بزرگتر از 14 بود و کوچکتر از 18 بود، بنویس شما نوجوان هستید. اگر بزرگتر مساوی 18 بود، بنویس شما بزرگسال هستید. اینو پاک میکنیم، بنویسیم بزرگتر مساوی بزرگسال. هستید. خب الان رو 16 شما نوجوان هستید، میذاریمش روی 19، شما بزرگسال هستید. از این سه تا شرط فقط این آخری ترو در اومد، این دوتا شما کوچکتر از 14 سال خب نیست چون 19 غلطه، پس این دستور اجرا نمیشه. اگر بزرگتر از 14 درسته و کوچکتر از 18 غلطه، ما گفتیم تو و حتما باید دو طرف درست در بیاد، پس این دو شرط برقرار نمیشه، در نتیجه این اجرا نمیشه. اینجا گفته اگر شما بزرگتر مساوی 18 درستشون این 19، پس شما بزرگسال هستید. خب یک یا هم داریم، یه زمانه پیش میاد میخواییم بگیم یا. خب مثلا میخواییم بنویسیم اگر ایج، اگر سن شما، میخواییم استخدامی، یک برنامه واسه استخدامی داریم مینویسیم، میخواییم بنویسیم فقط کسایی که 18 و 20 سالشونه قراره استخدام بشن. خب اگر شما، اگر سن برابر با 18 یا اور ایج برابر بود با 20، اینجا می نویس alert همون پنجره رو نشون بده، شما استخدام هستید. فراموش نکنید بعد آکولادا لازم نیست سمیکالن بذاریم، ما گفتیم آخر هر دستوری سمیکالن میذاریم دیگه، ولی بعد آکولادا هیچ لزومی نداره، اگر بذارید پیغام خطا رد میشه، نباید بعد آکولادا سمیکالن بذارید، ما فقط بعد دستورات تک خطی سمیکالن میذاریم. بعد این پرانتز هم لازم نیست سمیکالن بذاریم، فقط بعد از دستورات تک خطی، پس بعد پرانتز ایف و قبل یا بعد خود ایف یا بعد از این چیا آکولادا لازم نیست علامت سمیکالن بذاریم. خب خب حالا اینجا ما میگیم اگه شما 18 یا 19، خب میزنیم نمیشه، این اور نداریم مداخله، یا نداریم داخل برنامه نویسی جاوا اسکریپت، به جاش دو تا علامت پایپ داریم، همون علامت میشه رو کیبوردا ژ اگه اشتباه نکنم، پ کنار بک اسپیس، بک اسلش، علامت با شیفت، شیفت بک اسلش رو بزنیم دوبار، علامت پایپ بهش میگن، لوله، علامت لوله دو تا میذاریم، معادل یا هست. خب اگه شما 18 یا 19 سالتونه شما استخدام هستید، من رفرش میکنم هیچ اتفاق نمیفته چون 19 سالشه، حالا ما اینو میکنیم 21. خب میگیم اگه 18 سالش بود یا 20 سالش بود، هر کدوم از این دو طرف، ما گفتیم تو و اگه دو طرف درست در بیاد این دستور اجرا میشه، یعنی همین طرف باید رو برگردونه همین طرف، ولی تو یا نه، هر فقط یه طرف درست باشه کافیه، فرقی نمیکنه، اگه این طرف درست باشه این دستور اجرا میشه، اگه این طرف هم درست باشه این دستور اجرا میشه، اگه دوتاشون هم درست باشن این دستور اجرا میشه، فقط در صورتی دستورات داخل بین دوتا آکولا تو یا اجرا نمیشه که دوتاشون غلط باشن. خب حالا بازم درست دردم یاد چون 21 نمیخوره، حالا 20ش میکنیم. خب تبریک میگم شما استخدام هستید. ببینید پس یا هم اینجا به این شکل ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب حالا الس ماجرای زمانی پیش میاد، میخوام بگیم وگرنه. خب یه میخوایم پیغامی نشون بدیم آقا اگه 18 سالش بود یا 20 سالش بود استخدام، وگرنه بگو تو استخدام میشی، وگرنه رو با الس نشون میدن، الس به این شکل. خب ماجرا چجوریه اینجا؟ اینا اینجوریه که شما استخدام نیستید، خب ماجرا اینجوریه که میگیم اگر
این شرط برقرار بود دستورات اینجا رو اجرا بکن else، وگرنه اگه این شرط اشتباه بود این دستورات بین این دو تا کلاد بعدی رو اجرا بکن else وگرنه، این ماجرای وگرنه است. خب حالا میزنیم شما استخدام هستید، حالا من اینو میکنم 19، ما فقط 18 ساله و 20 ساله ها رو میخواستیم، شما استخدام نیستید. ببین دستور بعدی اجرا اینجا اجرا شد. خب پس else میشه وگرنه. یه زمانی پیش میاد میخواییم حالا if رو میخواییم، همون درس قبلیمون رو با همین میتونیم این if رو پشت سر هم بنویسیم else if. خب میخواییم بگیم اگه اون کسایی که 18 ساله و 20 ساله استخدامن، 22 ساله ها داخل چیان اصطلاحاً میرن تو لیست ذخیره. else if وگرنه اگر، اینجوری میشه دیگه، اگر شما 18 یا 20 سالتون استخدامید، وگرنه اگر age برابر بود با 23. خب اینجا میخوام بگم شما در لیست ذخیره هستید، شما میره تو لیست ذخیره استخداممون، در لیست ذخیره قرار میگیرید که بعداً حالا اگه شد استخدامش بکنیم، وگرنه اگه حتی دیگه این شرط هم درست. ببینید موقع که اینجوری پشت سر هم مینویسیم، فقط اگه ایف اول درست در بیاد خب این اجرا میشه دیگه، اینو چک نمیکنه ایف بعدی رو. ایفایی که پشت سر هم نوشته میشن اینجوری هم، اینجوری به هم چسبیده، منظورم اینجوری نیست ایف مثلا فلان فلان. خب بعد ادامهش مینویسیم ایف یه چیزه، اینا نه، اینا اجرا همه رو چک میکنه، اول اینو چک اینا جدا از هم هن. اینا ایفای جدا هن. این چیزی که اینجا الان زدم اینا نه، اینا یه ایف سر همه، یه جمله است. ببینید اگر 18 و 20 سالش بود استخدام، وگرنه اگر 23 سالش بود تو لیست ذخیره، وگرنه یعنی دیگه هیچ کدوم از اینا هم نبود چی میشه؟ آلرت، شما استخدام نیستید، شما استخدام نیستید. خب حالا ما اینو 23ش میکنیم، ببینیم این السیفمون کار میکنه. ببینید شما در لیست ذخیره قرار میگیرید، درسته؟ خب حالا میتونیم چند تا السیف بنویسیم به این شکل، همون بزرگسال و کوچیکسال بود، به این شکل بنویسیمش ایف اگر این السیفا بشه دردی میخوره اینجوری. ببینید یک چیزی من نوشتم، یک ایفی من رو بذار همش با کنترل زد برش گردونم. آره اینجا همون بزرگسال بود، اینجا نوشتیم. ببینید اینجا من باعث میشم قدرت کامپیوتر تلف بشه، چرا؟ چون سه تا شرط رو برقرار کردم. اگه کوچکتر از 14 بود شما کودک هستید، درسته؟ خب اگه کوچکتر از بزرگتر از 14 و کوچکتر از 18 بود شما نوجوان هستید. خب اینو میاد چک میکنه. خب مثلا ما اینو میذاریم 12، من باعث میشم قدرت کامپیوتر تلف بشه اینجا، چرا؟ الان بهتون میگم. میاد اینو چک میکنه، اگه کوچکتر از 14 بود و چک میکنه شما کدا، اینو نشون میده، این ترو در میاد نشون میده. حالا میاد دوباره اینو چک میکنه، اگه بزرگتر از 14 و کوچک، خب این فالس، هیچی. اگه بزرگتر از 14 و کوچکتر از 18 هستید، اینم چک میکنه، و اینو در میاره. خب ما اینم نمیخوایم. خب ما میخوایم که بغنفت ایف اضافه برقرار نشه. خب بس میام اینجوریش میگوییم، اگر شما کوچکتر از 14 هستید شما کودک هستید. خب else if وگرنه اگه کوچکتر از 14 نیست، میاد اگه این فالس باشه میاد اینو اجرا میکنه، اگه این ترو باشه دیگه اینو اجرا نمیکنه. else if وگرنه اگر شما کوچکتر از، اگر شما بزرگتر از 14 سالتونه و شما کوچکتر از 18 سالتونه، خب شما نوجوان هستید. آلرت، شما نوجوان هستید. خب وگرنه else if دو میتونیم else if هر چند تا که دلمون میخواد بنویسیم. else if وگرنه اگه اون حتی اینم نبود، شما بزرگتر از 18 سالتونه، شما بزرگسال هستید.
آلرت شما بزرگ سال هستید. خب و پس ببینید به این شکل در اومد، میگیم که حالا اینجوری چجوری شد. اینجا ما میایم میگیم که اگر شما کوچکتر از 14 سالتونه شما کودک هستید، وگرنه، یعنی اگه این فالس در اومد درست نبود، السی وگرنه اگه شما بزرگتر از 14 سال و کوچکتر از 18 سالتونه شما نوجوان هستید، وگرنه اگه شما 18. خب اینجا یه مشکلی داره این برنامه‌مون، اگه 18 بزنیم هیچ اتفاقی نمیفته، چون 18 جزء هیچ کدوم از این شروط نیست، درسته؟ خب پس برای همین میام اینو بزرگتر مساویه 18 میکنیم. اگه شما بزرگتر 18 مساوی شما، میام میگیم شما بزرگ، اگه 18 است به بزرگتر، خب اینجوری ببینید شما بزرگتر بزرگسال هستید، پس واسه اینکه 18 هم جزوش باشه. حالا میخوایم بگیم اگه پیر ها هم بود الس، اینجا میگیم اگه شما بزرگتر از 18 و شما کمتر از 50 سالتونه، کمتر از 60 سالتونه، ببخشید، کمتر از 60 سالتونه شما بزرگسال هستید، الس وگرنه یه الس دیگه. آقا اگه هیچ کدوم از اینا دیگه درست در نیاد دیگه الس، یه زمانی میخوایم که در هر صورت یه چیزی اجرا بشه، اون الس در هر صورت، یعنی وقتی که شما یه الس میذارید واسه یه ایف، یعنی در هر صورت یه چیزی اجرا میشه، یا یه شرط درست هست یا درست نیست دیگه، از این دو حالت خارج نمیشه دیگه. پس الس به درد اینجور موقعا میخوره، وگرنه آخری دیگه در هر صورت یکی از اینا اجرا میشه، وگرنه شما آلرت پیر هستید. وقتی که هیچ کدوم از اینا نیستید شما پیر، یعنی بزرگتر از 50 60 سالتونه پیر، ببخشید علامت های چی رو نذاشتم، رشته رو، شما پیر هستید. خب حالا اینو اجرا میکنیم، ببینید شما بزرگسال هستید، چون روی 18 60 رو بهش میدیم، شما پیر هستید. شاید میگید خب چرا این اجرا نشد، کوچکتر از 60 گفتیم، خود 60 جزوش نیست، کوچکتر از 60، خود 60 جزوش نیست، میشه شما پیر هستید. خب میتونیم اینجا بگیم کوچکتر مساوی تا خود 60 جزوش بشه، بگه شما بزرگسال هستید، شما بزرگسال هستید. حالا اگه بخوایم برسه به شما پیر هستید، باید 61 بذاریم. پس چی شد؟ اگر شما کوچکتر از 14 سالتونه شما کودک هستید، وگرنه اگر شما بزرگتر از 14 سالتونه و کوچکتر از 18 سالتونه شما نوجوان هستید، وگرنه اگر شما بزرگتر یا 18 سالتونه، ببینید بزرگتر یا 18 سالتونه و شما کوچکتر یا 60 سالتونه شما بزرگسال هستید، وگرنه شما پیرید دیگه. خب حالا ما اینا رو در اختیار داریم، ما میتونیم یا هم به حالا اصطلاحاً یا رو هم خدمتتون عرض کردم، گفتیم ما هر جا بخوایم یا استفاده بکنیم علامت پایپ، دو تا پایپ میذاریم. گفتیم فرق و او یا چیه، و دو طرف باید درست در بیان تا شرط برقرار بشه، یا یکیشون درست در بیاد کافیه. اگه اولی درست در بیاد دومی رو دیگه با جاوا اسکریپت چک نمیکنه. شما وقتی اولی درست در بیاد دیگه شرط برقراره دیگه، دلیلی نداره دومی رو چک بکنه دیگه، چون یکی از این دوتا ترو در بیاد میتونه اینو چک بکنه. خب پس اینم از ما، هم تو این جلسه هم اگر رو یاد گرفتیم، هم وگرنه اگر رو یاد گرفتیم، هم وگرنه خالی رو یاد گرفتیم، و هم بزرگتر. خب یه چیزی رو هم بگم، به این به اینا گفتیم عملگرهای مقایسه‌ای، به این و او یا هم میگیم عملگرهای منطقی، منطق به کار میره، و یا عملگرهای منطقی. خب یکی عملگر منطقی دیگه هم هست که ما اون رو چک میکنیم. یه زمانی پیش میاد میخوایم بگیم شما نیستید، ما اینجا داریم میگیم شما اگر کوچکتر از 14 سالتونه دیگه، میخوایم بگیم که اگر شما کوچکتر از 14، اگه یک علامت تعجب بذاریم قبل یک شرطی اون برعکس میشه، اگه شما کوچکتر از 14 سال نیستید پس شما بزرگسالید دیگه، میشه شما اینجا اگه شما کوچکتر از 18 سالتون نیست شما بزرگسالید، پس شما بزرگسال هستید. خب ببینید برعکس میکنه، نبودن، اگه من اینو بردارم میشه بودن، اگر شما کوچکتر از 18 سالتونه، اگه اینو بذارم
علامت تعجب، اگر شما کوچکتر از 18 است برعکس میکنه جواب. جواب اینجوری میشه دیگه. ببینید الان این وقتی اجرا میشه که این کوچکتر از 18 باشه، الان این وقتی اجرا میشه که این کوچکتر از 18 نباشه. چطوره؟ ببین این دقیقاً جواب برعکس میکنه. اگه جواب اینجا ترو باشه این میکنهش فالس، این علامت تعجب. اگه فالس باشه تروش میکنه. خب ما اینجا میگیم خب مثلا اینجا علامت من ایجو میذارم مثلا روی 15. خب این الان میگه اگه شما چه کوچکتر از 18 سالتون نیست شما بزرگسالید، این الان اجرا نمیشه چون شما کوچکتر از 18 سالیم دیگه. 15 آبا باشد. ما اینو ذخیره بکنم حالا یه بار دیگه بزنیمش. آشونه شما بزرگسال هست. خب اینو میتونیم تو پرانتز هم بذاریمش اصطلاحاً. واسه جدا کردن استفاده میشه. ببین الان اجرا نمیشه. این در ماجرای پرانتز چیه؟ یه زمانایی ببینید این الان تاثیر میذاره رو خود ایج. ایج رو برعکس میکنه. اگه ایج ترو باشه فالسش میکنه، اگه فالس باشه تروش میکنه. واسه اینکه خیالم راحت باشه اول این دوتا حساب میشن، بعد اون اثر میذاره میذارمشون تو پرانتز. هر موقع دیدید به قول معروف یه چیزی جلوتر داره حساب میشه، خب من میخوام اول این دوتا حساب بشن بعد این حساب بشه. خب یعنی اول اینکه چک بکنه که آیا کوچکتر از 18 و بعد برعکسش بکنه جوابو. اگه ترو باشه فالسش بکنه، یعنی به این شکل فالسش بکنه. اگه فالسه تروش بکنه. کار این علامت تعجب اینه. خب ولی چون من اینو گذاشتم اینجا اول رو ایج تاثیر میذاره. اگه ایج فالس باشه اینو ترو میکنه، اگه ترو باشه فالسش میکنه. خب من اینو نمیخوام، میخوام اول این ایج و 18 حساب بشن. خب پرانتز همیشه اینجوریه، همیشه درونی ترین پرانتز اول حساب میشه تو برنامه نویسی. خب پس اول ایج حساب میشه با 18، بعد این روش تاثیر میذاره. خب میتونیم با این برعکسش بکنیم. اینجا میگیم اگر شما کمتر از 18 سالتون نیست، ببینید حتما باید تو پرانتز باشه. اگه تو پرانتز نباشه رو ایج تاثیر میذاره. اگه ایج ترو باشه فالسش میکنه. اگه خب حالا شاید بگید ایج خب عدد ترو و فالس که نیست، صفر معادل فالسه. نه، خب غیر صفر معادل تروه. حالا یک باشه یا حتی منفی دو باشه، چه منفی باشه چه مثبت معادل تروه. خب پس اینو فراموش نکنید، صفر معادل فالسه و غیر صفر معادل تروه. الان پس اینجا اینجوری اینجوری میشه، میگه که اینجا اینجوری میشه، اینکه 15 خب این میشه تروه دیگه چون 15 غیر صفره، با این میشه فالس. فالس در ترو. خب آیا فالس کمتر از 18؟ بله، فالس چون صفر حساب میشه دیگه، صفر کمتر از 18. بله در نشه این اجرا میشه، واسه همین اشتباه در میاد. واسه اینکه ما اینو از بین ببریم بگیم اول اینو حساب کن بعد اونو حساب کن، از علامت از پرانتز استفاده میکنیم. بستم چرا فایلو؟ ببخشید یه بار دیگه بازش میکنم. اینجوری این پرانتز جاهای دیگه هم به درد میخوره. یه زمانی مثلا میخوایم عملیات ریاضی انجام بدیم، مثلا چی قبلا فکر کنم خدمتتون توضیح دادم، میخوایم بگیم اینجوری مثلا 4 به اضافه 2 ضرب در 3 جواب این باشه. 5 به اضافه 2 ضرب در 3 میشه 5، به اضافه 2 میشه 7، 3 7 21. خب من اینو آلرتش میکنم. H بعد 21 نشون بده، 11 رو نشون میده. چرا؟ چون ضرب جلوتر از تو برنامه نویسی ضرب جلوتر از جمع انجام میشه، میشه 2 3 تا 6 تا به اضافه 5. خب حالا من نمیخوام، میخوام اول این جمع انجام بشه، اینو میذارم تو پرانتز واسه اینکه اول انجام بشه، میذارمش تو پرانتز. هر چیزی رو بذاریم تو پرانتز اول اون اجرا میشه. پس میشه 5 به اضافه 2 7 3 7 تا 21. حالا اینو انجام میدم، ببینید شد 21. خب حالا اینو برش میگردونم رو همون چیزی که داشتیم انجام میدادیم اینهاش. خب واسه همین پرانتزو گذاشتم اینجا، چون اول روی ایج تاثیر میذاشت بعد میومد سراغ این. خب حالا من میگم اول اینو حساب کن، اگه کوچکتر از 18 بود بعد حالا این برعکس. اینجا میگیم اگه کوچکتر از 18 سالتون نبود شما بزرگسالید، وگرنه آلرت شما کودک هستید. سمیکالن هم میذارم، میزنم
شما کودک هستید. چرا؟ چون من 15 سالمه، اینجا ایج رو گذاشتم 15، میذارمش روی 18. بازم می نویسه شما کودک هستید، چون اینجا کوچکتر ما گذاشتیم، کوچکتر. اگه شما کوچکتر، اگه شما کمتر از 18 سالتون نیست، خب میزنیم شما بزرگسال هستید، چون 18 سالمونه دیگه، ما بزرگسال حساب میشیم. بازم این اجرا میشه. اگه شما کمتر از 18 سالتون نیست، یعنی 18 سالمونه دیگه، کمتر از 18 سال که نیستیم، خود 18 ایم. ببینید حالا 17 میذاریم، الان میشه شما کودک هستید، شما کمتر از 18 سالمون نیست. پس گفتیم علامت تعجب برعکس میکنه یه چیزی رو. علامت تعجب رو بر قبل هر چیزی بذارید، اگه ترو باشه فالس میشه، اگه فالس باشه ترو میشه. یه چیزی رو هم فراموش نکنید، رشته توخالی اینجوری این فالسه، رشته به این شکل هم این هم فالسه، با یک فاصله تخشید. پس رشته خالی فالسه، رشته به این شکل هم فالسه، undefined فالسه حساب میشه، این فالس حساب میشه. یعنی ما اگه اینجا بنویسیم خب اینجا مثلا اینجا می‌بینیم این مثبت است، این مثبت است، else وگرنه alert این منفی است. خب اگه می‌خواید هر چیزی رو بفهمید چه چیزی منفیه چه چیزی مثبته، تو if میتونید این کاری رو که من انجام دادم انجام بدید. یه دو تا آلرت میذارید، این مثبت هست این منفی هست میذارید. خب حالا میگیم این رشته تو خالی اگه مثبت باشه ترو برگردونه، خب این باید اجرا بشه، این مثبت هست، اگه وگرنه باید این منفی هست و برگردونه دیگه. رفرش میذارم، این منفی هست. پس دیدید خب حالا با یک فاصله رو میدیم، ببخشید رشته با یک فاصله، تو خالی با یک، این تو خالی نیست، با یه فاصله توشه، این مثبت است. پس آن نببخشه تو جاوا اسکریپت به این مثبت حساب میشه. خب حالا صفر این منفی است، پس گفتیم صفر منفیه. حالا منفی یک گفتیم غیر صفر مثبت حساب میشه، این مثبت است، مثبت یک این مثبت است. پس گفتیم صفر معادل فالسه، غیر صفر معادل تروه. چیزایی مثلا undefined که تو جلسه قبل یادش گرفتیم غیر تعریف شده منفی است. خب 18 ضرب در 23 چون غیر صفره مثبته. خب چی؟ پس چیزای زیادی رو تو این جلسه یاد گرفتیم، ما ایف رو یاد گرفتیم و مثبت و منفی رو یاد گرفتیم و مقایسه و منطقی و یا و یا رو هم یاد گرفتیم. امیدوارم که از این جلسه استفاده لازم رو برده باشید.